امیدوارم که شما خوب باشید و در سلامتی خدا. خیلی شکر برای ممنون. وجودتون با شرایط مریضی و به هر حال مشکلاتی که بود، خدا رو شکر برای وجودتون، قلبتون که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. از طرف تمامی عزیزانی که در این گروه هستن خوش آمد میگیم به شما، خوشحالیم که با شما هستیم، خوشحال هستیم بسیار که شما رو میبینیم. شکر برای وجودتون برادر. من تصویر شما رو بزنم به صورت کامل ببینم. داداش ما کسی رو میتونیم ببینیم یا نه؟ به خاطر پهنای باند و عزیزان خیلی از ایران کانکت هستن. آخه آره زیاد، یعنی اسکایپ کلا مثل زوم این کارایی رو نداره به اون شکل. اگر میگفتی من دفعه بعد حالا هر وقت خواستی میتونم زوم اینویتیشن بفرستم برای همه اگر میخوای. حالا باشه دفعه بعد. برای اون خدمات دیگه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود حتما این کارو خواهیم کرد. چشم داداش. خیلی عزیزید برادر، شکر برای وجودتون، در خدمتتون خواهیم بود. میشتم کلام خدا رد شما. باشه، بعد دوست دارن نگاه میکنن. ای بابا من اینجا باید برای خودم فقط صحبت کنم، خودم رو میبینم. باشه همه عزیزان بیش از سی خانواده الان شما رو نظاره میکنن. آخه من لباسم هم اصلا عوض نکردم و من فکر کردم 12 و 15 دقیقه. ببخشید دیگه، همین شکلی دیگه. خیلی هم زیباست. خیلی خوشحالم من، این چه افتخاری که خدا امروز به من داد. من امروز اینجا 23 ژانویه است. من 2 روز پیش 21 ژانویه میشه 21 سال قلبم رو دادم به عیسی مسیح. دقیقا بود، آره دیگه، 21 ژانویه سال 2000 حالا شد 21 سال. بعد من خودتون میدونین دیگه، من بچه ایران تو مازندران بزرگ شدم، در عرض شنبرزادی هستیم. بعد انقلاب که اتفاق افتاد من حدودا 12 سالم بود. بعد مادرم خیلی نماز میخوند، خیلی مذهبی بود، خیلی خوبی میکرد به دور و بریا، خودمون میدونیم دیگه، مثل تمام مادرهای ایرانی. پدرم انقدر مذهبی نبود. بعد من از سال از یادم میاد بود 12 سالم بود انقلاب که پیش اومد، همش دوست داشتم بچه با خدایی باشم، همش دوست داشتم کمک کنم به مادرم. بعد مادرم راجع به خدا زیاد با من صحبت میکرد. بعد یه چند تا خوابم داشتم، یادم میاد که فرشته ها رو میدیدم تو خوابم. یه دفعه حتی حس کردم که از دور خدا اونجا واسطه تو خوابم. بعد بچه 12-13 ساله ذره ذره همینطوری که سن گذشت همیشه میدونستم که باید یه جورای خدایی باشم. بعد از مادرم پرسیدم، مادرم همیشه با هم میگفت پسر جون قلب کسی رو هیچ وقت نشکن. این همیشه یادم بود. مدرسه سعی میکردیم یه جوری خدایی باشیم. بعد شروع کردم قرآن یه خورده یاد بگیرم. بعد دیگه یادم حدود شاید 20-20 خورده ای سالم بود، بعد رفتم المیزان خریده بودم 40 تا جلد المیزان. بعد اون زمان چقدرم گرون بود. بعد اینا رو خب اصلا به بابام نشون نمیدادم، بابام زیاد دوست نداشت این چیزا رو. بعد میگو پسر جون برو دنبال بیزنس، برو دنبال کار، تو مثل یک بره میمونی، گرگ زیاده تو رو میخورن. بعد الان که ما میدونیم افتخاره که آدم بره باشه مثل مسیح. بعد این شکلی بزرگ شدیم دیگه. بعد بابام هم سوپرمارکت داشت، شهرمون کوچیک بود ولی بزرگترین سوپرمارکت شهر رو داشتیم ما. بعد خب آقایون چی میگم ما میگفتیم آخوندا، نمیخوام توهین کنم، به قول ما هم آخوندا میامدن تو مغازمون. بعد من همیشه یادم هست یاد گرفتم از خدا که همیشه احترام بذارم، بدی نگم. می اومدم مغازمون، مدبم میپرسیدم، بعضیاشون خب به قول ما کله گنده بودم، میپرسیدم چهری میتونیم با خدا دوست بشیم. مثلا میگم من دوست داشتم همیشه از بچگی با خدا دوست باشم، میدونستم انگار یکی تو این قلبم به من میگفت یک روزی تو میتونی دوست خدا بشی. بعد میگفتم که آقا مثلا آقای فلانی مثلا چهری میشه دوست خدا شد. بعد مثلا یه جورایی من نگاه میکردن که مثلا تو کی فکر میکنی هستی که میتونی دوست خدا بشی. مثلا بعضیاشون میگفتن بگو 300 بار بگو سبحان الله، نمیدونم 500 بار بگو این کارو بکن، این کارا رو میکردم. بعد یادم همیشه یقمم تا اینجا بود.
بعد خانوما هم که می اومدن توی مغازه، من هیچ وقت به چششون نگاه نمی کردم. چه حالی می کردم، می گفتم آفرین. همچین چی اینجا میگن self righteousness، یعنی خودم رو حس می کردم خودم خیلی پارسا هستم. رفتن دیدم righteousness میشه پارسایی، عادل بودن، نیکوکاری. بعد چه واقعا انگار که به این قلبم مثلا یکی میومد آرامش میداد که آفرین، به خانما نگاه نمی کنی، تو چششون نگاه نمی کنی. این کارا هم کردیم، بعد هیچ نتیجه ای نگرفتم. این همش سالها صبر میکردم، میدونستم یه روزی خدا با من یه جورایی تو قلبم صحبت میکنه، اون خوابایی که دیدم دوباره تکرار میشه. خودتونم میدونین دیگه، انقلاب شد. بعد خیلی دوست داشتم برم تو جنگ ایران عراق. بعد همیشه میگفتم من کامران تو نمیتونی کسی رو بکشی. بعد قدمم خواخه، من قدم 2 متره. بعد میگفتم خب قدت بلند، اونجا که رفتی عراقی ها میبینن، چون دوستای من همشون تیر خورده بودن تو کلش. میگفتم خب من میرم اونجا شهید میشم. هیچ وقتم فکر بهشت رو نکردم. گفتم میخوام برم پیش خدا. انگار یه کسی بود که عاشق خدا بود، بعد نمیتونست بهش برسه. بعد صبر کردنم خیلی سخت بود، همش صبر میکردم. و یادم تو مغازه بابا مینشستم، به این در نگاه میکردم، میگفتم خدای میتونی درویش بفرستی؟ پس این آقایون روحانی اینا کسی نمیدونن، نمیشناسن تو رو، پس یه درویش بفرست. اون زمان مولانا یه خورده میخوندم، آی خدا مولانا رو چه راجب عشق صحبت میکرد. میگفتم خدایا پس یک درویش بفرست برم و من بتونم با عشق صحبت کنم. واقعا میرشستم جلو مغازه بابام، نگاه میکردم همیشه به این در. بعد یه ساعتی داشتیم ما، این ساعت همیشه نگاه میکردم، میگفتم خدایا چقدر من صبر کنم؟ ساعت من نمیدونم چلی 5 دقیقه دیگه چلی میگذره، من چجوری صبر کنم؟ من الان میدونم اون صبر من نبود برا خدا. اون چطور بهت بگم، یک عشقای مادر بزرگا خیلی عشق خوبیه، هممون میدونیم. من خب از ایران که اومدم مادر بزرگم سالها منو ندید، سالها صبر کرد تا منو ببینه، که رفتم ترکیه مادر بزرگم رو دیدم. اون رو شما بذاری مثلا چند برابر میتونیم بکنیم. خدا منتظر من بود، من منتظر خدا نبودم، ولی اون اجازه داد که من حس کنم که چقدر من رو میخواد. ولی من نمیدونستم که من دارم اون رو حس میکنم که اون چقدر منتظر منه. بعد من الان متوجه میشم، بعد تمام اون دقیقایی که صبر کردم میدونستم تو قلبم یه روزی این اتفاق میفته. همه اون دقیقایی که صبر کردم اون بود که برای من صبر میکرد مشتاقانه. خودتون میدونین کسایی که دارن الان نگاه میکنن مسیح رو دیدن یا دیدن تو قلبشون، میشناسن که اون بود چقدر برای ما مشتاقانه صبر میکرد که ما یکی بشیم، ما متوجه بشیم که خدا ما رو دوست داره. کارهای من، نماز خوندن من، یا حتی به فقیرها کمک میکردم خیلی، یا تو چشم خانم نگاه نکردن، اونا که من رو نمیتونست انقدر خوب بکنه که من با خدا یکی بشم. بعد حدود چند سالم بود، حدود 26-27 سالم بود که یادم یه روزی جلو همون ساعت مغازه بابا سوپرمارکت واسادم، با خدا صحبت کردم. بعد خب ما میگفتیم خدا، اون زمان مسیح رو که نمیشناختیم، بعد الان که نمیگفتیم، میگفتیم خدا، ولی میدونستیم خب خدای قرآن دیگه، خدایی که به اصطلاح حضرت محمد به ما گفت و حالا حضرت یا هرچی، به هر حال اون خدا، با اون خدا صحبت میکردم. گفتم خدایا این همه سال از بچگی دنبالت گشتم، منتظرت موندم، الان 27-28 سالمه، ازدواجم نکردم، هیچ وقت نمیتونستم، اصلا نمیتونستم بیزنس بکنم، به بابام کمک میکردم، یا ازدواج یا هر کاری، انگار که وسط زمین و آسمون گیر کرده بودم. گفتم که خدایا این همه برات منتظر موندم، حالا اون برام منتظر مونده، نیومدی، پس من از این بعد میخوام برم دنبال کار خودم. بعد این هم من برات سب کردم، نه اومدی دیگه، رابطه ما هم تموم شد، نه نماز میخونم نه روزه میگیرم. نماز میخوندم
دیگه اصلا باهات کاری ندارم، رابطه ما تموم شد. بعد حس میکردم که اگر این کارو بکنم منو میفرستی جهنم. گفتم اگرم خواستی منو بفرستی جهنم، میدونم که میفرستی، بفرست. و قبل اینکه لگد بزنی منو بندازی تو جهنم، حالا صحبت میکردم عصبانی بودم، گفتم من به چشمت نگاه میکنم میگم تو به من بدهکاری. چون از موقعی که 12 سالم بود دنبال دویدم که با دوست باشم، این همه سال صبر کردم، تو نخواستی، تموم شد بین ما. بعد ذره ذره حس کردم، خاله هم اومده بود امریکا، ذره ذره حس کردم که من باید برم، از ایران برم، بعد برم امریکا. حالا رفتم امریکا، حالا دیگه اونجا دیگه دنبال خدا نمیرم، حالا برم ببینم چی کار میخوام بکنیم اونجا، هنرپیشه بشیم، این کارا، از اون حرفا دیگه، حالا یه بیزنس یه کاری بکنیم، مدل دوست داشتم مدل بشیم. بعد موام هم خب بلند بود، الان پیر شدیم ما، بعد الان 53 سالمه، 54 سال. این بود که گفتم خب برم امریکا. اون زمان سال 96 ما دیگه نه اینترنت داشتیم نه میدونستیم چی کار کنیم، با دوستا صحبت کردیم، گفتم خب مثلا باید بری با این ترافل ایجنس ها برای توی قبلس وقت بگیرن. یکی گفت قبلس برو، قبلس برات وقت بگیرن، بعد برو اونجا دیگه، برو اونجا، دعوتنامه هم که داری از خالت امریکا بود دیگه. بعد از اونجا یکی هم از دوستاشون سیتیزن بود، برام دعوتنامه فرستاد، گفتن نمیتونی بری امریکا، ولی خب میخوای بری برو اونجا، حالا برو اقدام بکن. هیچ، ما رفتیم قبرس. من انگلیسی هستم بلد نبودم که. یکی از دوستا گفتش که میری فلان هتل، اینم آدرسشه، اونا این فارسی صحبت میکنن، کمکت میکنن. وقت سفارت هم که داری دیگه. این سال 1996 بود. بعد آخرای 96 بود. من 30 سالم بود. نه دنبال کار رفتیم، نه ازدواج کردیم. بعدم بابام هم همیشه میگفت بابا جان تو عاشقی، همش اونجایی، اصلا نمیدونم کجایی. و تو محلمون یا تو شهر کوچیکمون مازندران اکثرا من رو میشناختم، به فقرا کمک کن دیگه، همه این کارا رو کردیم، نشد دیگه. گفتیم از الله و از ایران و از خدا و از همه چی فرار کنیم بریم. رفتم توی سفارت، رفتم کجا، توی یک هتل که نزدیک سفارت بود تو قبرس نیکوزیا. رفتم اونجا و تو این، حالا فرداش باید میرفتم سفارت، تو این قدم که میزدم تو هتل، بعد یه دونه انجیل فارسی دیدم کوچیک توی باکسی شیشه‌ای اونجا بود. بعد انگار این قلبم از اینجا یکی منو کشید طرف انجیل. رفتم اونجا به کسی که اونجا بود، گفتم که با فارسی صحبت میکردم دیگه، اونم میخورد فارسی صحبت میکرد، گفتم میتونم این کتابو بگیرم ببینم چیه؟ نوشته بود انجیل شریف. آخه به ما گفته بودن انجیل دست خورده است. خیلی خوشحال شد، اومد گرفت و برای من امضا کرد و داد به من. منم رفتم تو اتاقم. خب دیگه 30 سالم بود، دلم شکسته بود، بعد نه ملکی نه املاکی نه پولی نه چیزی. بعد الان تازه میخوای بری اینجا، انگلیسی هم که نمیتونی صحبت کنی، میخوای بری امریکا، بعد این هم که دنبال خدا گشتی چی نشد. ولی کتاب انگار یه جورایی منو کشید. رفتم یادم دیگه یک اتاق خیلی کوچیک تو این هتل، کتاب باز کردم، بعد کتاب باز کردم، زندگی مسیح رو شروع کردم خوندم. نمیدونستم که، بعد عهد جدید بود، شروع کردم خوندم. پیش خودم میگفتم نمیدونم چقدر خوندم، چقدر شیرینه، چقدر این زندگیش قشنگه، چقدر این کلام شیرینه. بعد اینم به محبت میکرد، اصلا انگار که حس میکردم شیرینه، این کتاب شیرینه. بعد از یه مدت نمیدونم چقدر شد، بعد به اسمی که عیسی مسیح میرسیدم، گفت عیسی مسیح، به اسمش که میرسیدم، این اسم خب با جوهر نوشته بود دیگه، این از توی کتاب میومد بیرون، میومد جلو چشم، بعد میرفت بالا، بعد این سقف هم اینطوری بزرگ شده بود، بعد یواش میومد دوباره توی این کتاب مینشست. 3 بار 4 بار که این اتفاق افتاد، مرسی داداش، 3 بار 4 بار که این اتفاق افتاد، همینطوری دنبالش میکردم، نگاه کردم، دیدم که عیسی مسیح اونجا واسطه. میدونستم، قلبم میدونست این مسیح. حالا یکی میگه خود چجوری دیدی؟ من الان چجوری تصویر خودم میبینم؟ شاید بگم 80% بهبود. بعد میدیدم
میدادن صدا خیلی اومد. بعد دیدم اونجا واسطه، بعد داره یک شالی هم دوشش بود، من همینطوری نگاش که میکردم انگار با قلبم صحبت کرد به فارسی، گفتش که من کمکت میکنم بری امریکا، همین به فارسی. بعد من یادم، حالا میدونی چند سال پیشه، سال 96، هنوز یادم. من برگشتم این شکلی به قلبم نگاه کردم، گفتم که آیا من میتونم به مسیح دعا کنم؟ این پیغمبر مسیحی هاست، من مسلمونم. اینقدر من چی داشتم، سخت بودم. بعد نگاه کردم بالا، گفتم که ای مسیح جان، تمام اماما و پیغمبرهایی که من طالبشون دعا کردم به من کمک نکردن، اگر میتونی کمک بکنی کمک کن. برگشتم و شروع کردم انجیلم رو خوندن. هیچ وقتم نگفتم ای خدا این معجزه شد، اصلا اجازه نداد که مثلا من بگم این معجزه است، ولی میدونستم این اتفاق افتاد. فرداش رفتم سفارت، من هنوز پاسپورتم دارم. فرداش رفتم سفارت، بعد دستم هم میلرزید، خب به من گفته بودن خب نمیتونی ویزا بگیری. بعد رفتم جلوی کیاسک، اسممو که خوندن، بعد اون خانمی که اونجا بود فارسی میتونست صحبت بکنه، با یه خانم انگلیسی بود. کلن صحبتی که کردیم خیلی خودمونی بود، گفت قدت چقدر؟ بهش گفتم، گفت شوهر منم هم قد خودته، اگه بری اونجا میخوای چی کار بکنی؟ باید نمیدونم وسیله بخری، جا نمیدونم چی میگن، میری یه جای مثلا وسیله میخری، بعد سوغاتی باید بخری، چند تا برادر خواهر داری، از این حرفا بود. بعد دیدم میگه ساعت 10:30 یا 11 بیا ویزاتو بگیر، فقط چی مدارکتو بهم بده، پاسپورتتم بده. پاسپورتمو دادم، 10:30 11 بود کی بود. برگشتم، بعد مهر زدن، ویزام هم گرفتم. من یادم موقعی که بیرون قدم میزدم از مسیح تشکر نکردم، گفتم خدایا بعد از این همه سال جواب من رو دادی. گفتم خب حالا یه کشور کجاست دیگه، کشور غربیه، خب حالا عیسی مسیح اومد اونجا، بعد حالا شد این مثلا این چارج اون قسمت بود. ولی به هر حال من گفتم خدایا انگار که تازه جواب من رو دادی، تشکرم نکردم از عیسی مسیح، به تشکر ما هم احتیاج نداره، به هر حال دوستی ما رو میخواد. این بود که اومدم رفتم وسالم از ایران جمع کردم، وسال که نبود، چمدون بود، اومدم امریکا و شروع کردم همون کتابی که انجیلی که داشت داده بودن رو خوندم. بعد از یه مدت انجیل من رو خیلی عصبانی کرد. چرا؟ چون گفتش که مسیح پسر خداست، مسیح خود خداست، تمام دنیا رو عیسی مسیح به وجود آورد. یادم 3 شب خونده بودم همون انجیلی که عیسی مسیح ازش اومده بیرون، انجیلی که گرفتم پرتش کردم به گوشه دیوار، گفتم ای عیسی مسیح تو به من کمک کردی، ولی مسیحا کتابتو دست زدم، دیگه نه مسیح اومد، نه چیزی گفت، نه من چیزی شنیدم. 3 سال گذشت، تو امریکا بودم، قلبم شکسته بود. اینجا هم گفتم بابا، گفتم میای امریکا دیگه کاری میشی، همچین خبری نیست. بعد دیگه حدود 33 سالم بود، با یه سری امریکایی آشنا شده بودم، اینا خیلی مسیح رو میشناختن، خدا رو شکر برای وجودشون. نه به من گفتن تو چرا مسلمونی یا مسلمونی بده، فقط یادم یکیشون بهم میگفت تو راجع به خدای خودت با من صحبت کن. بعد با آتیش صحبت میکردم، میگفتش که انگار که تو از خدای خودت عصبانی هستی. گفتم آره. گفت چرا عصبانی هستی؟ گفتم از بچگی دنبالش میگشتم. همین صحبتایی که ما میکنیم با بقیه، گفت با خوبیای خودت که نمیتونی به خدا برسی، که از طریق مسیح، از طریق خون مسیح. من همیشه پیش خودم، آخه ایرانی‌ها میگفتن خون ما رو نجس میکنه، میگفتن اینقدی باشه نجس میشی، باید بری پاتو با دست بشوری. پیش خودم میگفتم خدا این همه خون تمام رو سر و بدن من، آخه من چجوری من رو پاک میکنه؟ ولی نیست، خیلی خیلی به هم محبت کردن. امریکایی بودم، من زبانم هم زیاد خوب نبود، من از طریق محبت بهشون جذب شده بودم. یادم یه روزی یه غریبی با یکی از 20 قدم میزدیم مسیحا، خیلی گریه میکردم، میگفت راجع به خدا صحبت میکرد، 33 سالم بود. گفتم بابا جون برو اون شکل محبت برم، راجع به خدا دیگه با من صحبت نکن، خسته شدم. از 12 سالگی دنبال خدا دویدم، 33 سالم الان، وزمو ببین، زندگیمو ببین، هیچی هم نرم، انگار مثل یه آدم دیوونه همش دنبال خدا دویدم. واقعا روح القدس، دنبال خدا دویدم، هیچی ندارم، هیچ خبر نیست. ولی نیست که خیلی پایین زندگی بودم، میدم همه پیشرفت کردن، همه ازدواج کردن، همه درس خوندن، همه یه کاری دارن، من دنبال خدا دویدم، هیچ ارتباطی هم پیدا نشد.
ازش پرسیدم، گفتم چجوری میتونم با این مسیح دعا کنم. فوری خوشحال شد بهم گفتش که آره بگو این دعایی که ما به همه میدیم، که من میدونم تو پسر خدایی، تو رو به عنوان خداوند قبول میکنم. گفتم آقا من که نمیتونم اینطوری دعا کنم، من این همه دنبال خدا دویدم، الان که نمیتونم چی میگم مذهبم رو عوض بکنم که. ولی گفتم میتونم با زبون خودم دعا کنم، فارسی، هرچی که دلم خواد. گفتش آره. دقیقا یادمه چی دعا کردم، سه قسمت داشت. گفتم این مسیح، و چلنجش هم نکردم، از ته قلبم گفتم، گفتم این مسیح، من قبول ندارم که پسر خدایی، ولی اگر فرزند خدایی، من قلبم رو میدم به خودت. بعد گفتم این مسیح، ای عیسی مسیح، میدونستم صدام میشنوه چون قبلا دیده بودمش. پس اول این که گفتم قبول ندارم فرزند خدایی، ولی اگر فرزند خدایی، این قلب من مال خودت. مسئله دوم، قسمت دوم دعا این بود که من قبول ندارم که گناهان من رو میتونی ببخشی، خونت میتونه ببخشه، ولی اگر میتونی ببخشی گناهان من رو، تمام گناهان رو من رو ببخش، ازت میخوام که ببخشی. من داشتم حقیقت رو بهش میگفتم. بعد قسمت سوم دعا برای من خیلی مهم بود. گفتم ای مسیح، اگر میتونی یه رابطه بین قلب من و قلب خدایی که دنیا رو آفرید، که تو میگی پدرته، برقرار کنی، تمام اختیار زندگی من، تمام اختیار کار من، تمام اختیار آینده من، تمام اختیار وجود من دست خودته، به همه اختیار میدم بهت. اینی که گفتم انگار یکی اومد این شکلی زد اینجا، و شروع کردم گریه کردم. دوستم گفت گریه میکنی؟ گفتم خب من دعا کردم. بعد از من دعوت کردن، گفتن حالا میخوای بیای کلیسا؟ گفتم خب. سال حدود 2000 بود، گفتم 21 سال پیش. گفتم خب ببین، چون دعا کرده بودم، بعد مسیح نشدم، دعا کردم. بعد دعوت کردم من رو برم تو کلیسا اتلانتا. رفتم تو کلیسا، 3-4 هزار نفر. بعد گفتم من میخوام این ردیف آخر بشینم. اونجا نشسته بودم، انگار یه آرامشی در من اومد که هیچ وقت تو این 33 سالگی من که زندگی کردم، دنبال خدا دویدم، آرامش نداشتم. عشق همینطوری می اومد، منتها عشق بد نبود، عشق پر از آرامش بود. بهم میگفتن گریه میکنی؟ گفت انگلیسی هم که خوب نبود. گفتم من اینجا یادم میاد، یاد مسجد افتادم، یاد خدا افتادم، یاد اون قدیما افتادم. گریه میکنی. دفعه دوم منو دعا کردن، دقیقا همون شکلی. اینجا پشت نشستم تو کلیسا، عشق همینطوری میومد. دفعه سوم منو دعا کردن، گفتم پیش خودم تو دلم، گفتم اگه هم شما منو دعوت نمی کردین، من میخواستم خودم برم. اون روز خودم رفتم، با ماشین خودم رفتم که گم شدم. 20 دقیقه نیم ساعت از چی گذشته بود؟ از کلیسا وقتش گذشته بود. موقعی که رفتم، کسی که آشر میدون، مسئول کلیسا، کلیساش هم خیلی گنده بود، دستم رو گرفت، همچنین با محبت دستم رو گرفت، من رو برد. حالا وسط میدین بود، کشیش داشت صحبت میکرد، من این رو برد ردیف اول کلیسا نشوند. سابق من همش میرفتم ردیف آخر میشن، دستم کجا رفت؟ ردیف اول کلیسا من نشوند. پیش خودم دوستام اونجا بودم، بعد پیش خودم گفتم خدایا، من اینجا ردیف اول، من بین این همه مسیحی‌ها، من مسلمونم، اصلا من اینجا چی کار میکنم؟ بعد انگار کشیشم همین روبروی من بود، یک سکو بود، 3-4 هزار نفر. اونجا که نشسته بودم، بعد از یه مدت دیدم که یکی اومد پشت کشیش واسطاده، دستش هم این شکلی، انگار یه عصایی تو دستشه، مثل این شبانای ما. همینطور که نگاه میکردم، دوباره 80%، 85% میتونستم ببینم. کشیشه که این شکلی قدم میزد، اون طرف اینطوری قدم میزد. من نگاه کردم به قلبم، گفتم کیه؟ یکی انگار تو این قلبم گفت عیسی مسیح. بعد انگار یه صدای دیگه شنیدم که خندید به صدای اول، گفت نه، عیسی مسیح نیست، تو داری یه چیزایی میبینی. من با اون صدا دومیه رفتم، گفتم آره بابا، من یه جورای خیالاتی شدم. همین که گفتم آره، با این صدای دومیه رفتم، دیدم اون طرف عیسی مسیح قدم زد، اومد روی سکو، رو هوا، اومد پایین، رفت وارد بدن من شد. وقتی که بدن من شد، تنها چیزی که دیدم یه دست بود از اینجا. اینجا رو نمیدیدم، فقط از اینجا. اومد این شکلی به این قلبم اینطوری دست زد. اینطوری که زد دست زد، آتیش رفت همه جا. قلبم پر آتیش شد.
تمام تنم به قول ایرانی ها میگفتیم گور گرفت، تمام پر آتیش شد، انقدر آتیش زیاد بود چشم رو نمیتونستم این شکلی باز کنم از گرما. بعد شروع کردم گریه کردن، های های گریه میکردم. بعد پیش خودم گفتم خدایا اینا میگن این پسر دیوونه است، این کیه، چرا اینجوری داره این شکلی گریه میکنه؟ لبم این شکلی فشار میدادم که صدا نیاد بیرون، از گوشم انگار میومد بیرون. ولی چه حال قشنگی بود، چقدر خوب بود، انگار که خدا اومد این شکلی منو بغل کرد، خدا اومد صورتم رو بوسید، خدا اومد داخل تمام بدنم. بعد دماغ من شیلی می اومد پایین، اشک من شیلی می اومد پایین، گفتم که خدای این کار رو با من نکن. بعد گفتم الان نه، بعدم بیا. همین که گفتم مثل از یه ثانیه هم کمتر تمام اون گریه کردن، تمام اون حالت ها، تمام اون قشنگی ها، همه چیزش یک دفعه رفت، برگشتم به حالت عادی. گفتم عجب، این چی بود؟ دوستان اومدن، بعد بهشون گفتم، خیلی خوشحال شدن، گفتن اون روح القدس بود. من انگلیسیم خوب نبود، گفتم روح القدس چیه؟ گفتم روح خدا، روح خدا. آخه ما از قدیم میدونستیم روح القدس، روح خدا، ما کی هستیم که روح خدا بیاد اصلا نزدیک من بشه؟ اینا گفتم اومد توی تنه. رفتم دهنم رو باز کنم بگم نه، تمام بدنم اجازه نداد. چشم باز شد، گفتم که آره، روح القدس اومد، اومد توی تن من، من آدم گناهکار اومد توی تن من. یعنی چی تن من؟ هیچ. بعد اومد توی تن من. بعد به من گفتم حالا قبول داری مسیح پسر خداست؟ گفتم نه. بعد چشاشون باز شد، تعجب میکردن، اینقدر گردنم سفت بود. گفتم نه، گفتم الان میدونم مسیح قدرت داره گناهان من رو ببخشه و روح خدا رو بیاره توی تن من، ولی این که پسر خداست، اگر پسر خداست خودش باید به من نشون بده. آخه گفت خودش باید به من، گفتم خودش باید به من نشون بده، چون بعد از این همه سال مسلمونی و نمیدونم دین داشتن، نمیخواستم دیگه مثلا یه چیزی رو قبول کنم که درست نبود. گفتم خب چالش نکردم، گفتم اگر پسر خداست خودش بهم نشون بده دیگه، اینقدر قدرت داره که خودش نشون بده دیگه. آره من میخوام بدونم، ولی خودش بهم نشون بده، خودش زنده است دیگه، مسیح که مرده که نیست که، زنده است، خودش میتونه نشون بده. قایقات ایران ما اینه که فکر میکنیم مسیح 2000 سال پیش زنده بود و رفت، همه چی رو داد دست ما، ولی خودش هم زنده است، میتونه. خدا رو شکر که نذاشت من همین شکلی قبول کنم، خدا رو شکر که تمام مراحل رو خودش اونجا بود، بعد اجازه داد که من این شکلی وارد بشم، نه که میتونی راحت وارد بشم. میگم خب واسه شما گفتیم، چون شما خیلی آدم های محبتی هستیم، به محبت کردیم، منم خب مسیح شما رو قبول میکنم. نه، گفتم آره روح القدس رو داد، ولی پسر خدا چیزی نیست که من همیشه میگم آره خدا پسر داره. Lord Jesus. به هر حال داستان زیاده، من از نوعیتی گریه نمی کنم، حالا نمیدونم بگیم عشق خوشحالی یا هرچی که هست، خوبه قلبه داره کار میکنه که عشق میاد بیرون. به هر حال داستان تا اینجا این شکلی بوده. کاش میدونستیم اگر کسی سوالی چیزی داره، حالا قسمت آخرم بگم دیگه. بعد اینا بود سال 2000، گفتم که ژانویه 21 ژانویه 2000 شب جمعه بود، دو روز پیش بود 21 سال. اینو گفتم ما میخوایم بریم یه کلیسای دیگه، اون کلیسا کلیسای نبوتیه. من گفتم یعنی چی نبوتی؟ گفتم خب بعضی صدای خدا رو میشنون، صدای خدا رو میشنوند، خب اونجا باید میگن مثلا چی شنیدم. گفتم تو داری به من میگی که آدمای وجود دارن توی امریکا از خدا میشنوند، بعد به من میگن خدا چی گفت؟ گفتم آره. وسط هفته بود، گفتم آقا بابا من رو ببرین اونجا. گفتم خب همیشه که نیست، باید صبر کنی تا جمعه. تا این جمعه انگار برای من چند سال شد، منتظر بودم تا جمعه برسه. چی من رو بردن توی کلیسای دیگه، وارد که شدم، آها دوست من یکی از دوستا گفتش که هر اتفاقی افتاد ناراحت نشو، ما هستیم پیشت، این کلیسا یه کلیسای دیگه است، اونجایی که تو رو بردیم فرق میکرد، این یه جوری دیگه است.
من رفتم تو دیدم همه گیتار دستشونه، بعد میپرم بالا. چی داشتیم؟ شهرام داشتیم میخوند، میپره بالا و پایین. خب خوشحالی خوبه. بعد من نمیستم این کارا رو میشه تو کلیسا انجام داد. بعد دیدم میپرم با گیتار بالا پایین، بعد میخونن، دست میزنن، بعضی پرچم دارن. بعد به دوستم گفتم که این کلیسای یا نایت کلابه؟ دیدم میگفتن که کلیسای. گفتم پس چرا این شکلی میکنم میپرم؟ گفتم خب اینا از خوشحالی مسیح رو دوست دارن. بعد من خب با مسیح کانکت شده بودم دیگه، تو قلبم کانکشن بود، صداشو خوب نمیشنیدم ولی میدونستم من الان کانکتم، با وصلم با خدا. من یادم رفتم یه گوشه کلیسا، گفتم خب شما بشینید. گفتم ای مسیح، من نمیدونم اینا چی کار میکنم، من اومدم اینجا تو رو ببینم، ولی اینا من حالیم نمیشه. نه این شکلی. کلیسای قبلی که رفته بودم همه با کروات، همه مرتب، 3-4 هزار نفر نشسته بودن. اینجا دیدم بابا اینا انگار که واقعا مثل نایت کلابه. به هر حال تو هر خونه یه مسیح هست، ولی هر خونه ای فرق میکنه دیگه. این خونه از اون خونه ها بود. آفرین، چقدر عالی بود. من به هر دوتا کلیسا احتیاج داشتم. به اول به اون کلیسای احتیاج داشتم، چون اگر اینو من اولین بار میبردن اینجا هم میترسیدم، اصلا نمیرفتم تو، اونجا بود. بعد دومین بار من جای قشنگی بردن، رفتم اونجا. فرایدی نایت بود، شب جمعه بود یادمه. بعد وقتی که نبوت میکردن، ورشیپشون خیلی طول کشید، شب بود، سخنرانیشون خیلی طول کشید. من پیش خدا میگم بابا من اومدم اینجا از خدا بشنوم. ساعت 9:30 10:40 گفتم بابا ما ساعت 7 اومدیم تا 10:30 اینا دیگه به اونجا برسیم، میخوام خدا رو، صدای خدا رو بشنوم. بعد 7-8 نفر دور و بر هم جمع شدم. من پیش خودم فکر کردم اینا آدمای خاصی باید باشن یا لباسای خاص داشتن. دیدم 7-8 نفرشون جمع شدن، دعا کردن، شروع کردن قدم زدن. من میشمردم، رفتم با یکی صحبت کردن. بعد از تو بلنگو مثلا گفتم ما فکر میکنیم خداوند این رو داره بهت میگه. نفر دوم، نفر سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، من میشمردم. من نفر هشتم بودم. من اینا که اومدن همینطوری داشتن طرف من میومدن، قلبم همین شکلی میزد. بعد دیدم یک از اینجا که دارم میگم رو ضبط کردن، چون وقتی نوبو بعد میکردن ضبط میکردن. من نوارشم دارم، یک کاش میوردم. به هر حال گفتن که اسمت چیه؟ گفتم کامران. گفتم میتونی بلند شی واسادم خانم؟ قدش اینقدر، من قدم دومت، این شکلی نگاه میکرد. بعد به انگلیسی هم صحبت میکرد. من انگلیسی هم که اینقدر خوب نبود، بعدن نوارو شنیدم دیدم چی میگم. دیدم میگه که کامران من میتونم، لورد گفت دستت رو بگیرم. وقتی که لورد گفت، لورد انگار یکی بدن من یکم شکلی تلاتو خورد. دستم رو که این شکلی گرفت، من داشتم بهش نگاه میکردم نمیتونستم نگاش کنم، این شکلی کرده بودم. چرا یه چیزی داخل بدن من از این خانومه میترسید، من نبودم، میدونستم این چیزی میترسید. بعد دیدم گفتش که، به انگلیسی گفت، گفتش که I tell you accusing spirit to lose this man. Accusing spirit اون روحیه که همش میگه شما بدی، شما بدی، شما بدی. Accusing، accuse میکنه، judge میکنه، قضاوت میکنه، شما بدی، تو آدم بدی هستی، تو آدم مثلا فلان هستی، تو باید مثلا بهتر بشی، به خدا نزدیک بشی، تو خیلی بدی. گفتش که ای روحی که همش به این میگی تو بدی، این رو باید دستت رو ازش بکشی بیرون. وقتی که اینه که گفت، من از حال رفتم. یه دفعه چشم که بسته بود زمین، افتادم رو زمین. بعد چشم که بسته بود میدیدم یه همچین گردباد سیاهی توی شکم من داره میگرده، هی میگشت این گردباده، این گردباده کم طوری میگشت. موقعی که اومد اینجا، به اینجا که رسید، حالا من رو زمینم چشم بسته، شروع کردم داد نه، جیغ زدن. صدای جیغم من فکر میکنم شد 5 خونه 5 تا همسری میرفت. بعد چشم همینطوری بسته بود یادم، دستم رو گرفته بودم به پای این صندلی، انگار که یکی که مادری که میخواه بچهشو بذار این شکلی. بعد همش هم میدونستم، نمیترسیدم، میدونستم این من نیستم جیغ میزنم، یه سری چیزای دیگه تو بدن من هستن، نمیخوان برن بیرون، باید برن بیرون، از گلوی من داره میره بیرون، من دارم جیغ میزنم، ولی من نبودم. 5 بار 6 بار که این شکلی شد، اینا همش دعا میکردن. یه دفعه رفت، اینا که رفت بیرون، همین شکلی چشم بسته بود، بالا رو نگاه میکردم، دیدم عیسی مسیح توی آسمون واستاده، خیلی اون بالا بود، میدیدمش واستاده سمت راست
یه دونه صندلی چوبی، میدونستم این تخت پادشاهیه، روی صندلی کسی رو ندیدم. تا چشم که بهش افتاد یه نوری از آسمون اومد به این پهنا، میدونستم این نوره و توشم شیر هست. حالا چرا شیر؟ حالا بعدم میگم. این از آسمون که همینطوری اومد به این بدن من که خورد، انگار تمام چش و تمام روحم همه چی باز شد. من به این ناخونام که نگاه میکردم، چشم که باز شد، گفتم خدایا حتی این ناخونای من دارن اعلام میکنن که مسیح فرزند خداست، مسیح خود خداست. این همه سال من دنبال خدا میگشتم، مسیح بود. انگار که تمام روحم، تمام ذهنم، تمام وجودم، واقعا حس میکردم این ابروهام، این مژام همش دارن میگن مسیح بود که تو دنبالش میگشتی. چلیه که عاشق میشه، ما دیگه عاشق و دلباخته مسیح شدیم دیگه. این 21 سال پیش بود. بعد خودتونم میدونین وقتی که قلب میدی به مسیح، تنها چیزی که میاد تو ذهن آدم اینه که یاد بگیره خب فرزند خدا هستیم، خدا ما رو چقدر دوست داره. ولی کلن همش دنبال محبت دیگه، محبت، محبت. 21 سال خداوند همینطوری تو دل من داری میذاره که آقا محبته. بعد من چیکار کردم؟ تو محبت خودم مذهبی شدم. مذهب ما رو بل نمی کنم، مذهبی شدم. من محبتم از همسایه من بیشتره، اونا چرا اینقدر بندازه من محبت نمی کنم. بعد دیگه ذره ذره هنوز دارم یاد میگیرم که حتی اون محبت انسانی من هم میتونه مذهب واردش بشه. داشتم امروز آیه رو نگاه میکردم تو رومیان فصل 3 آیه 10 میگه هیچ کس پارسا و نیکوکار نیست، در تمام عالم حتی یک بیگناه هم پیدا نمیشه. خب من این رو 21 سال پیش متوجه شدم که هرچی هم من خوبی کنم نمیتونم اینقدر پارسا و نیکو بشم که خداوند بیاد وارد تن من بشه. دوم قرنتیان میگه که او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در مسیح پارسایی خود خدا بشیم. نگو پارسا بشیم، پارسایی خدا. پس من وقتی که دعا کردم گفتم اگه میتونی گناهان من رو ببخشی وارد قلب من بشو، پارسایی کامران نبود، پارسایی حضرت فلان نبود که اومد تو تن من، پارسایی خود خدا اومد تو تن من. بعد من 21 سال واقعا میگم صبر کردم یا سعی کردم، تلاش کردم که محبت کامران یا حتی شبیه مسیح بشم. من متوجه شدم اونم خیلی خطرناکه که من سعی کنم شبیه مسیح بشم. شباهت یعنی مثل مسیح من بخوام یکی رو محبت بکنم، اونم خوبه آدم شروع بکنه، ولی به یه جایی میلیسین میگه من نمیتونم، من فقط از مسیح تقلید بکنم. اگر تقلید بکنم اون تقلیده. پس من به محبت مسیح احتیاج دارم که بتونم خانومم رو محبت بکنم، همسایم رو محبت بکنم. من به مسیح احتیاج دارم تا بتونم محبت بکنم. پس این حتی محبت مسیحی که من متوجه شدم هم اون نمیتونه انجام بده، محبت خود مسیح. بعد برمیگردونه من رو به 21 سال پیش که من چقدر به مسیح احتیاج داشتم که به خدا نسب بشم، الانم هم همون اندازه به مسیح احتیاج دارم که بتونم محبت بکنم. همین دیگه. آخی خدای لای بهتون برکت بده هر جا هستین. خیلی دوست داشتم صورتهای شما رو ببینم، ولی حالا خوب در ارتباط هستیم دیگه. آفرین. حالا در ارتباط هستیم دیگه. خیلی عزیزید برادر کامران گرامی، خدا رو شکر برای وجودتون، شهادت هایی که شنیدیم و کارهایی که خدا در زندگی شما کرده. حقیقتا این شهادت ها مثل کلام خدا میگه مثل کمربند که به کمر میچسبه، به این شهادت ها حقیقتا چسبیدیم و چقدر برای ما
برای من خودم شخصا میگم بنا کننده بود و خدا رو شکر برای وجودتون، افتخار میکنم به شما. حقیقتا تاج فخر ما در مسیح عیسی هستید و شکر برای ایستادگی وجود شما که امروز بین کلیسا و در حضور همه این شهادت رو میدید و نام خدا رو بلند میکنید و شکر برای قلبتون برادر. حقیقتا محبتی که از چشمان شما ما داریم میبینیم، من بهتون قول میدم اگر صحبتی نمی کردید و از همون اول جلسه فقط توی دوربین نگاه می کردید تمام اینها رو ما درک می کردیم حقیقتا در روح. قربونت برم، من توی دلم افتاد بهتون بگم که وقتی که این لیوان رو اومد عجی مجی لا ترجی ها، این لیوان موقعی ما میتونه پر بشه که خالی بشه. اگر 21 سالی که با مسیح قدم زدم، اگر تنها کاری رو که من اجازه دادم بهش این بود که من رو خالی کنه، حتی محبت من، محبت انسانی من رو خالی کنه. من سعی کردم خیلی به محبت کنم به ملت. بعد وقتی که ما خالی میشیم خیلی دردناکه. فقط این رو مخصوصا بچه هایی که تو ایرانن یا ترکیه هستن، شما اونجا اگه اجازه بدید به خدا هم بگیم، میگه خدای من رو خالی کن، من رو خالی بکن، بعد از محبت خودت پر کن. من این رو از خداوند میخوام، این برکت رو به همه شما بده. بعد تمام بچه‌هایی که دارن الان نگاه میکنن رو از وجود خودش، از وجود عیسی مسیح خودش پر کنه و اون روحیه مذهب رو از تمام تن ما بکشه بیرون. حتی روحیه مذهبی که به ما میاد میگه که تو باید مثل مسیح بشی، تو باید مثل مسیح خدمت بکنی، تو باید مثل مسیح لطف بکنی. نه، اون فقط شبیه مسیح بودنه. من نمیخوام شبیه مسیح بشم، من میخوام مثل خود مسیح تو این تن من باشه. مسیح، شباهت مسیح فقط یه دونه عکسه. واسه اینی که گفتش که هیچ کس نیکوکار نیست تمام عالم، پس از طریق کار مسیح ما پارسایی خود خدا شدیم. پارسایی خدا خیلی بزرگه. پس اگر من بخوام سعی کنم شبیه مسیح بشم، فقط همون دیگه شباهت مسیحه دیگه. خب حالا شبیه مسیح شدم. نه، من نمیخوام شبیه مسیح بشم برم مثلا مثل اون به همه خدمت بکنم. مسیح رفت یه بار آب دهنش خودش رو انداخت رو زمین، یه چیزی درست کرد و چش یکی رو شفا داد. پس من بگم من برم اون کارو بکنم، یا تمام کسایی که کور هستن من برم پس اونا رو شفا بدم. نه، یه چیزی از اون بزرگتر، افتخاری از اون بزرگتر، یه هدیه بزرگتر از اون هست، خود مسیح داخل من. منو خالی کن، خودت رو پر کن تو من، چون حتی خوبیای من، لطفایی که من این همه سعی کردم لطف بکنم از تن من نمیاد بیرون. همونطوری که خودتون گفتین، اون مقداری که مسیح تو تن ما هست از چشم ما میاد بیرون، ولی اون کامران نیست. اون کامران رو مسیح هی خالی کرد، هی خالی کرد. گاهی قاد گفت بابا چی کار داری میکنی؟ خسته شدم، داری منی میخوای بکشی منو، من فکر کردم رفیق منی، ولی هی خالی کرد، هی خالی کرد. خالی کرد چی؟ نه، نمیگم که فقط بدی های من رو خالی کرد، اونا هم خالی کرد، خوبی های من هم خالی کرد. میگفتم بابا دیگه خوبی، دیگه دعا نمیتونم بکنم. سابق میتونستم خیلی دعا کنم، دیگه نمیتونم دعا کنم. الان متوجه شدم. آفرین، اگر تو اون مرحله هستین آفرین بر شما، چون خداوند دل خالی میکنه. بعد اون وقتی که حتی دیگه کلام شما هم نیست، حتی دعای شما هم نیست، همین سرتون رو بلند میکنین نگاه میکنین، همون دعاست. ولی خب دیگه خالی کردن سخته، خالی کردن سخته، ولی تمام چیز ما مسیحه. افتخار من چیه؟ افتخار من این نیست که رفتم با بقیه صحبت کردم، کامران به بقیه گفت خوبی کنین. افتخار من اینه اونقدی که مسیح تو تن منه. اولین بار مسیح چیری اومد تو تن کامران؟ اومد تو تن کامران و گناهکار. کامران خوبی نکرد، کامران سعی کرد از طریق خوبیاش خدا رو بیاره، نشد. مسیح اومد خودش رو هدیه داد به این کامران و گناهکار. الان مسیح باید این کامران رو خالی کنه، حتی از خوبیاش هم خالی کنه، ولی طول میکشه تا خودش داخل ما باشه، اون پر باشه. دیگه من سعی نکنم شبیه بابام بشم، تقلید کنم بابام این شکلی بود من شبیهش بشم. نه، شباهتش کاری نمیکنه.
خودش باید بیاد داخل من زندگی کنه، من با اون زندگی میکنم، اون با من زندگی میکنه، محبت اونه، خوبی اونه، آرامش خود اونه، حتی ایمان اونه داخل من که میتونه زندگی کس دیگر رو عوض کنه، ایمان من نمیتونه. آخه آمین. شکر برای وجودتون و چقدر خوشحالم حقیقتاً به خاطر این جلسه که فراهم شد. برای کامران لطف کردید به ما و چقدر بیشتر شکرگزارم برای خدمتی که مشترک رو داریم برای خانواده ها. 100% که در کنار شما افتخار خدمت کردن رو داریم برادر کامران. و خدا رو شکر به خاطر یه شکرگزاری بکنیم. شکر حقیقتاً به خاطر شفای شما توی این روزها که شفا یافتید از این مریضی که باهاش درگیر بودید و امروز جلوی ما ایستادید. چقدر خوشحال شدم وقتی شما رو دیدم. اگر خبر نداشتم هیچ وقت باورم نمیشد. خدا رو شکر برای این روح خدا که در شما اینچنین به قوت داره عمل میکنه. و من میخوام خواهش کنم عزیزان، البته اگر برادر کامران خیلی کوتاه وقتشون رو زیاد نمیگیریم، عزیزان اگر صحبتی دارن کوتاه میکروفوناشون رو باز بکنن و بتونیم از شما عزیزان هم بشنویم. حد درصد خیلی دوست دارم. شکر برای وجودتون برادر، خدا برکت بده. ممنونم، سپاسگزاریم. میتونید اشتراک بذارید عزیزانی که برکت گرفتن، که همه گرفتن، ولی اون چیز خاص رو اگر میتونید بگید. آخه فکر کنم همه در شوکم برادر کامران عزیز. شکر میکنم برای وجودی برادر کامران عزیز، واقعا چقدر پربرکت بود. من عاشق شهادت هستم و چقدر بنا میشم از این شهادت ها. واقعا این که خداوند میگه اگر مثل بچه ها ساده دل نباشید وارد ملکوت نمیشید، من این سادگی و بیقلقشی رو در شما میبینم. خدا رو شکر برای این روح شفاف، پیشیل پیله و صادق شما. واقعا دعا میکنم که خودم و تک تک عزیزانمون همیشه در این سادگی، در این بیقلقشی زندگی کنیم و بدونیم که خداوند ما خداییه که همیشه برای شناسوندن خودش راههای پرپیچ و خم نمیره و با سادگی، با شفافیت، با اون محبت بیقلقشش وارد قلبهای ما میشه و خودش رو آشکار میکنه. شکر برای راه‌های عظیم، عجیب و مهیب خداوند که هیچ وقت راه‌هاش مثل همدیگه نیست و هر شهادتی چقدر پرجلاله و چقدر باعث برکته. خیلی ممنون برادر کامران، واقعا دعا می‌کنم شما و همسر عزیزتون همیشه همچنان پر از آتش خداوند باشین و به دیگران و کلیسای خداوند برکت بدین. سلامت باشین. خیلی ممنون از برکتی که به ما دادین. مرسی خواهر، مرسی. خیلی ممنون برای تشویق و برای دعاتون. سلام عرض میکنم خدمت همگی. برادر قادر عزیز خیلی ممنون از لطف شما. برادر کامران واقعا برکت گرفتیم. شهادت شما خیلی بنده رو واقعا تحت تاثیر قرار داد. چقدر زیبا، چقدر واقعا خداوند چه راههایی رو برای لمس قلب ما واقعا انتخاب. شکر برای وجودتون، خیلی برکت گرفتیم. آمین که باز هم شما رو ببینیم و ممنون از شبان عادل عزیز همچنین. خیلی متشکرم. خیلی ممنون داداش. خیلی ممنونم. برادر کامران عزیز خیلی ممنون بابت این پیغامتون. خدا رو شکر میکنم و واقعا من چند شب پیشم خودم داشتم مسیج بنی‌هین رو برای امسال 2021 گوش میکردم. مسیج ایشون هم مثل شما بود و میگفتش که باید بمیریم. شما گفتین خودتون رو خالی کنین و منظور ایشون هم همین بود و میگفتش تا نمیرین، تا صلیب نیست هیچ جلالی هم نیست و راجب همین بود. و واقعا ایمان دارم که خدا از طریق پیغام شما با قلب من صحبت کرده، منو برکت دادید. شکر میکنم برای وجودتون و ایمان دارم که خدا همگی ما رو کمک میکنه در این راه که نفسهای خودمون رو بکشیم، چون کلام خدا چقدر به ما گفته که نفسمون رو، اعمال نفسمون رو بکشیم و بمیریم و صلیب رو هر روزه
برداریم و بلند بکنیم. و مرسی به خاطر این پیغامتون، برای شهادتتون. خدا بهتون برکت بده و پیروز و سرفراز باشید. خیلی ممنون خواهر. مرسی خیلی ممنونم. آمین. میخوام از برادرمون مجید دعا بکنن برای این جمع و برای شما برادر عزیز. متعهد هستیم که دعا بشه برای شما، ما هم با ایشون متعهد هستیم. آمین. شکر. قبل از هر چیز به شما سلام میگم برادر کامران عزیز، بسیار بسیار خوش آمد میگم به شما و باعث افتخار منه به شخصی که در خدمت شما هستم و کلام خدا را از شما شنیدم. امشب شکر خداوند تو رو سپاس میگم ای پدر آسمانی، برای حضور عظیم توی خداوند در قلب و زندگی برادر عزیزم کامران خداوند، که حقیقتا ایشان خادم تو هستن خداوند، حقیقتا خادمی بی ریا، خادمی که با تمام دل خدمت میکنه خدا و صادقانه پدر آسمانی، و ایمان دارم تو صداقت او رو میبینی خداوند و قلب او رو میشناسی خداوند، و مطابق کلامت خداوند که میفرمایی تک تک شما رو نام به نام میشناسم و او رو قلب برادر روی خدا به کاملیت میشناسی خداوند، به نام پرجلال عیسی مسیح خودش زندگیش رو و خانواده عزیزش رو خداوند به حضور تو بلند میکنم ای خداوند، و این عزیزان را زیر پوشش خون پربهای عیسی مسیح میارم ای خداوند، و میطلبم روح القدس عزیز دست پرجلال تو ای خداوند بر ایشان و زندگی ایشان و خانواده ایشان باشه ای خداوند، و اراده نیکوی تو ای خداوند در هر زمینه ای برای خودشون و خانوادهشون به کاملیت و انجام برسه ای خداوند، حکمت تو با او باشه ای خداوند، قوت تو با او باشه ای خداوند، و راه هایی که ایشان قدم بر میداره ای خداوند باز بشه مطابق اراده تو، و دست تو ای خداوند او رو هدایت کنه ای خداوند، و کلام تو ای خداوند چراغ راه او باشه ای خداوند، و نور تو ای خداوند او رو هدایت کنه ای خداوند، در نام پرجلال عیسی مسیح تو رو سپاس میگم به خاطر این برادر عزیز، و با شکر و سپاس خداوند طلبیدم ای خداوند. آمین. من به شما میگم برادر کامران، در شهر مبارک، در صحرا مبارک، میوه بسن تو، میوه زمین تو، میوه بهایم، بچه های گاو و بره های گله تو مبارک خواهند بود، سبد و ظرف خمیر تو مبارک خواهد بود، وقت آمدنت و وقت بیرون رفتنت مبارک خواهد بود. شکر برای وجودت. ایمان دارم که پای شما به هر جا که میخوره برادر کامران اونجا مبارک خواهد بود. باعث افتخار ما هستید و شکر برای وجودت. مرسی داداش. مرسی. من خیلی خوشحال شدم. واقعا خودم خیلی خوشحال شدم که این افتخار رو امروز داشتم. خودم پر شدم. احتیاج داشتم. آمین. عزیزی شکر برای وجودتون. از شما خدافظی میکنیم برادر کامران. به خداوند میسپاریم چون در آینده با شما خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. شما رو به خدا میسپاریم و همسرتون بسیار بسیار سلام برسونید. در خداوند شاد بشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.